الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. چند تبریک امشب باید گفت. تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه خدا. با اینکه همه ماها ماه خداست، اما ماه رمضان رو میگیم شهر الله، ماهی که خدای تبارک و تعالی به طور ویژه به همه اعمال انسان رنگ عبادی داده. خب شما بالاخره همیشه میخوابید، خوابیدن که دیگه کار خاصی نیست، نماز نیست، روزه نیست، اصلا نخوابید چه کنید؟ باید بخوابیم، یه ضرورته. ولی همین خواب تو ماه رمضان میشه عبادت. شما نفس که باید بکشید، نفس نکشید میمیرید، اما همین نفس تو ماه رمضان میشه تسبیح. چقدر ثواب دیگه از این دوتا که مباهه، عمل خاصی نیست. مباه که چه عرض کنم، ضروریه، چاره ای نیست. آدم باید هم نفس بکشه هم باید بخوابه. همه ی آدم ها، کافر هم این کارو انجام میده، ولی روزدار نفسش میشه تسبیح، خوابش میشه عبادت. چقدر ثوابه. حالا شما ببین دیگه کارهای دیگه ایش چی میشه. وقتی خواب میشه عبادت، وقتی یه آیه قرآن که بخونه میشه ختم قرآن. یه سوره هم دادم فردا بخونه، هفت تا ختم قرآن کردی. کی اینطوره؟ چوب حراج زده خدا به ثواب، واقعا چوب حراج زده. خیلی راحت، مخصوصا آدمایی که مثل بنده خدا تنبلن، مثلا یه ختم قرآن بخوان بکنن سختشونه، میگه شما یه آیه بخون، القارعه تو مل قارعه، دو تا ختم قرآن کردی. و ما ادراک مل قارعه. نه، یه قل هو الله بخوان، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، یه ختم قرآن. من اول یه چند جمله راجع به ماه مبارک رمضان صحبت کنم. خب میدونید وقتی ماه رمضان میشه آدما چهار دسته میشن. یه دسته لذت میبرن، کیف میکنن، اشک میریزن، خیلی خوشحالن. ائمه ما اینطور بودن. امام سجاد یه دعایی دارد به نام دعای 44 تو صحیفه سجادیه، دعای استقبال از ماه مبارک رمضان. خوشحال میشد. رسول خدا، امام رضا، بزرگان ما، خب من بعضیاشو اینجا یادداشت کردم، پیغمبر خدا آمدن مسجد، فرمودن سبحان الله ماذا تستقبلون. میدونید چی داره میاد؟ مردم فکر کردن مثلا دشمن میخواد حمله کنه، جنگ چیزیه. یکی بلند شد گفت یا رسول الله، عدو حذر، دشمن میخواد حمله کنه، بریم شمشیر بیاریم. او وحی نزل، یا جبرئیل میخواد بیاد یه آیه، یه حکم چیزی بیاره. فرمود نه خیر، نه جبرئیل میخواد بیاد نه جنگیه. گفتن آقا پس چیه که شما میفرمایید مازا تستقبلون، میدونید چی میخواد بیاد؟ فرمود ماه رمضان. فرمود ماهی داره میاد که همه افراد قابلیت دارن تو این ماه آمرزیده بشن، خیلی رحمت گسترده است. ولذا پیغمبر اول ماه رمضان یه دعایی میخوند، من این دعا رو برای شما بخونم، خیلی قشنگه. اصلا ببینید چی میخواست از خدا. جالبه، پیغمبر اول ماه رمضان که امشب بوده مثلا، چی از خدا میخواست؟ دعاش اینه، ببینید 6-7 تا چیز میخواست. اللهم اهله علینا، این اهله با هی دو چشم، همین کلمه هلالم که شما اینجا میگید از همینه دیگه. اللهم هلال ماه رمضان رو که پیغمبر میدید میگفت اللهم اهله علینا، این ماه اومد،
این ماه رو برای ما قرار بده بالامن، اول امنیت. آقا امنیت نباشه هیچی نیست. امنیت نباشه شما میتونید مراسم بگیرید، عروسی بگیرید، مجلس بگیرید. اصلا امنیت اساسه، خیلی مهم امنیت. شما ترکیه ببینید، با یه زلزله 50,000 تا آدم از بین رفت. زمین اگر بلرزه، اگر ناامن باشه، دشمن حمله کنه، خیلی امنیت مهمه. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی تو این 40 چند سال این بوده که سعی کرده امنیت کشور حفظ بشه. الان یه دختر شما دانشجو مثلا تبریزه، از اینجا سوار میشه ترمینال میره دانشگاه میره برمیگرده. این امنیت خیلی مهمه. خدایا از تو اول امنیت، بعد فرمودن ول ایمان، بعدش ایمان. پس ایمان قبلش امنیته. اللهم اهله علینا بالامن والایمان، این دوتا. سوم و سلامه، سلامت هم خیلی مهم. شما همه دنیا مال شما باش، بیمار باش، چه فایده داره؟ پس اول ماه رمضان پیغمبر گفت خدایا این ماه رو ماه امن، ایمان، سلامت ول اسلام، دین. ببین اسلام باز بعد از سلامت اومد. ول عافیه، عافیت. و رزق الواسع، رزق حلال، رزق فراوان. و فقرم بده، فقرم با کفر یه پا میره. کاد الفقر ان یکون کفرا. اینا همه باید باشه. ببین چقدر نگاه پیغمبر قشنگ. امنیت، ایمان، سلامت، اسلام، عافیت، رزق. و در ادامه و دفع الاسقام، خدایا مرض نیاد سراغمون. اسقام یعنی مرض. آقایون، خواهرا، ببینید نه که تا اینجا گفتم همش مربوط به زندگی بود. بعد فرمود و تلاوت القرآن، خدایا توفیق تلاوت قرآنم بده. والعون علی الصلاة و الصیام، ما رو کمک کن بر نماز و بر روزه. خب آدم ها 4 دسته میشن راجع به ماه رمضان. 1، خوشحال، الحمدلله ماه رمضان رسید، الحمدلله ماه خدا رسید، ماهی که توش 1 شبی است که مطابق با 1000 ماه، لیلت القدر خیر من الف شب، ماهی که همه کارهای انسان عبادته، کنترله. خب انشاءالله که شما جزو این دسته باشید. دسته دوم کسایی که بی تفاوتن، رمضان و شعبان براشون فرقی نمیکنه، چون روزه که نمیخواد بگیره، نه اینکه بدش بیاد از ماه رمضان، مثل روزا دیگه است براش، فرق نمیکنه. خدا رحمت کنه، یه آقایی داشتیم ما تو قم، میگفت ما روز اولو میخوریم، اگه طوریمون نشد بقیهش هم میخوریم. آره، روز اولو میخوریم ماه رمضان روزشو، اگه طوریمون نشد بقیهش هم میخوریم. گاهی هم میگفت که آج آقا من یه روزشو میخورم یه روزشو نمیگیرم. این 30 روزو میگفت یه روز میخورم یه روز نمیگیرم. خب اینا روزه نمیخواد بگیره، براش مهم نیست، بی تفاوته، رمضان بیاد رمضان بره. دو دست. دسته سوم نه، اونایی که هم رمضان بعدشون میاد، میخواد تو خیابون سیگار بکشه، میخواد ساندویچ بخوره، میخواد گناه کنه، میخواد رستوران بره، خب بعدش میاد. این دیگه خیلی بده، خیلی بده کسی متنفر باشه. تنفرم نه، بد بیاد. چهارم کسایی که جسارت میکنن، توهین میکنن. هارون الرشید یه پسری داشت به نام ابو عیسی، این داشت شراب میخورد. اومدن بهش گفتن ماه رمضان دیده شد، هلال دیده شد، هلال ماه رمضان. گفت اه، دوباره این ماه رمضان آمد، من اگر خلیفه بشم اول کاری که میکنم این ماه رمضان رو از تو تقویم پاک میکنم. خودش گفت، گفت من دهانی، یه شعری خوند، دهانی شهر و صوم، یعنی دوباره این ماه رمضان اومد کیف ما رو به هم زد. من اگه زنده باشم، گفت سال بعد ماه رمضان رو از تقویم حذفش میکنم. آقایان، خواهران، تاریخ رو نگاه کنید. ابو عیسی، پسر هارون الرشید،
سال بعد قبل از ماه رمضان به درک واصل شد، مرد، اسم خودش از تقویم پاک شد. ماه رمضان که پاک نمیشه که، اسم خودش پاک شد. پس یک، خوشحال. دو، بی تفاوت. سه، ناراحت. چهار، جسارت. خدایا این ماه رمضان رو برای همه ما ماه استفاده قرار بده، ما رو تو این ماه مرحوم قرار بده، محروم قرار مده. چون مردم تو ماه رمضان دو دستن، بعضیا مرحومن، بعضیا محروم. یه کلمه جا به جا میشه، یه حرف. بعضیا محرومن، بعضیا مرحوم. مخصوصا هر شب سحر که بلند میشید 7 مرتبه این کلمه رو تکرار کنید، یه دعایی بکنید تو سحرها. حالا اگه حالتون بود نماز بخونید نماز شب، اما نبود حتما یادتون باشه اینو امشب از من یادگاری بگیرید. موقع اذان، سحر، بعد از قضا، قبل از قضا، فرق نمیکنه، 7 مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مخصوصا به سجده اگه باشه خیلی عالیه. و روایت داریم وقتی کسی 7 مرتبه میگه یا ارحم الراحمین، خدا میگه انا ارحم الراحمین. چی انقدر من صدا میزنی؟ سل حاجتک، بگو چی میخوای. وقتی این 7 مرتبه رو گفتید، وقت برای مریض شفا میخواید، کاری دارید، با خدا بگید. من این توصیه رو امشب اینجا به شما میکنم، همه سحرهای ماه رمضان 7 مرتبه سر به سجده یا ارحم الراحمین بگید و دعا کنید که انشاءالله ما تو این ماه از رحمت خدا بهره مند باشیم. شما عزیزان میدانید امیرالمومنین علیه السلام اولین همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب حضرت زهرا خودشون تو وصیت‌هاشون فرمودن، به امیرالمومنین عرض کردن شما با امامه ازدواج کن. امامه با الف نوشته میشه، مثل امام. ایشون دختر خواهر حضرت زهراست. حضرت زهرا یه خواهری دارد به نام زینب. البته این دختر، دختر پیغمبر نیست، دختر خدیجه کبراست، یعنی با مادری با هم خواهرن. فرزندی دارد به نام امامه. این امامه تقریبا همسن و سال حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. امیر المومنین علیه السلام میگه حضرت زهرا به من سفارش کردن شما با ایشون ازدواج کن، بالاخره فامیله، دختر خواهر منه، این بچه های منو بهتر سرپرستی میکنه، اینا رو سرپرستی کنه. مهمترین افتخار این زن، مهمترین افتخار این زن این است که این 4 تا بچه رو ایشون بزرگ کرده. برخلاف اونی که مشهور ام البنین این بچه ها رو بزرگ کرده، اینطور نیست. ام البنین تقریبا 10 سال بعد از شهادت حضرت زهرا زن امیرالمومنین شده، دیگه امام حسن و امام حسین بزرگ شده بودن. شما ببینید اختلاف حضرت ابوالفضل با امام حسین 20 ساله، یعنی حضرت ابوالفضل 20 سال از امام حسین کوچکتره. ام البنین اولین همسر امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا نیست. ام البنین 10 سال بعد از حضرت زهرا که امام حسن و امام حسین دیگه جوان بودن، 18 ساله بودن، حضرت امیر با ایشون ازدواج کرد. اون زنی که سرپرستی این 4 تا بچه یتیم از مادر رو به عهده گرفته جناب امامه است، که زنی است که تمام اون در واقع مراعات مخصوص و نسبت به این بچه ها داشته. ما ندیدیم یه جایی، من ندیدم امام حسن، امام حسین، حضرت زینب گله کنن بگن این زن مثلا به ما کم محلی کرد، ما رو تحویل نخواد. بالاخره مادر که نیست، زن پدره، زن پدره، نامادریه. یه نامادری به نام امامه اومده تو خانه امیرالمومنین، اما عین مادر، عین حضرت زهرا. عرض کردم برخلاف اونی که مشهور شده ام البنین بچه ها رو بزرگ کرد، اینطور نیست. ام البنین بسیار زن بالایی است، بسیار زن بزرگی است، اما ازدواج ایشون بعد حضرت زهرا با ام البنین نبوده، با امامه بوده. خب این یکی از افتخارات این مادر بزرگوار.
و افتخار دیگرش هم طبیعتاً فرزندی است به نام محمد از امیرالمومنین علیه السلام، که این فرزندم مهمترین ویژگیش اینه که برادر امام حسنه، برادر امام حسینه، از پدر با اینها مشترکه. یکی از این فرزندها و فرزندان همین شخصیتی است که به نام محمد ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام یا محمد اوسط، که حالا مشهور شدن به هلال و مردم هم بیشتر با این نام ایشون رو میشناسن. لذا شخصیت هایی مثل حضرت محمد ابن علی ابن ابی طالب، معروف به هلال ابن علی، که شما جمع شدید اینجا، بالاخره این همه بزرگان، شخصیت ها، علما اینجا آمدن. مراسم هایی که از اینجا پخش میشه، احیا، قرائت قرآن، نماز جماعت، بزرگانی مثل مرحوم حاج غلامرضای آرانی رضوان الله تعالی علیه که کتاب نوشتن، اثر نوشتن. خب خود شما تو همین آران و بیدگل اینجا یه کانونه، میایید اینجا سبک میشید با خود، چه کار میکنید؟ مگه اینجا قرآن میخونید، دعا میخونید؟ یه کانونه، یه مرکزه، و این مرکزیت نباید از بین بره. این همه یه حرف من امشب اینه، همه یه حرف من اینه که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی یکی از اولاد منو زیارت کنه مثل اینکه منو زیارت کرد، کسی ذریه منو اکرام کنه مثل اینکه منو اکرام کرد، کسی به فرزندان من احترام کنه من میشم شفیعش روز قیامت. ببینید ما یه آیه تو قرآن داریم، همتون شنیدید، سوره شورا آیه 23 میخونم الان براتون. قل، بلدید، لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من آیه رو معنا کنم. قل، پیغمبر به همه بگو، من 23 سال زحمت کشیدم برای شما اسلام آوردم، سنگ خوردم، چوب خوردم، کتک خوردم، دندونم شکسته، پیشانیم شکسته، عموم شهید شده، تبعید شدم، تحریم اقتصادی شدم، شبانه از مکه به مدینه رفتم، همه این سختی ها رو کشیدم، خب شما مزد نمیخواید به من بدید؟ چرا؟ خب مزد من چیه؟ قل، بگو، لا اسألكم علیه، من بر این نبوتم مزد نمیخوام اجرن الا المودت فی القربا. مودت یعنی محبت، قربا یعنی فامیل، به فامیلای من احترام کنید. خب اینا فامیلای پیغمبرن، اینا فرزندانشن، اینا نزدیکان پیغمبرن. جناب امامه فرزند دختر خوانده پیغمبره. او وقت وقتی میگم پیغمبر، امیرالمومنین جان پیغمبره، فرزندان امیرالمومنین که انه فرزندان پیغمبرن. حالا این مودت فی القربا چند جوره؟ من یه توضیح مختصری بدم. آقا یه وقت شما اینا رو دوست داری، این میشه محبت قلبی. مودت فی القربا همین دوست داشتنه، همینقدر که انسان دوست داشته باشه این خودش مودت. یه وقتی نه، از دوست داشتن پا رو میذاری کنارتر، هزینه میکنی. آقا من اینقدر پول میدم اینجا رو گنبد بزنید، برای مردم استراحتگاه درست کنید، برای حضرت زهرا کربلا نجف صحن درست کنید، برای امام حسین صحن عقیله درست کنید، این میشه مودت. طرف علنگو میده، گردنبند میده، پول میده. مودت گاهی قلبیه، گاهی اقتصادیه، گاهی قلمیه. یه بزرگواری کتاب مینویسه، از اهل بیت دفاع میکنه، این مودت علمیه. مودت گاهی جانیه، میثم تمار جانشو برای حضرت علی میده، شهدای کربلا جانشونو برای امام حسین میدن، اینا همه مودته. یه وقت هنریه، همین آقایی که اینجا رو ساخته، این کاشی ها، این شعرا، همین اشعاری که الان مجری خوند، دیگران خوندن، این مودت به اهل بیت، مدام مودت هنریه. آقای فرشیان یه تابلو میکشه برای عصر عاشورا، این محبت به اهل بیت. سالها وقت میذاره رو حرم امام رضا، رو زری کندکاری میکنه، یک آیه، یه حدیث، یه شعری. ببینید
من همه حرفم اینه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قربا یعنی بستگان پیغمبر. این امامزادگان از بستگان پیغمبرن، باید بهشون مودت کرد. چجوری؟ قلبی، دوستتون داریم. زبانی بگید، سلام میدید. مالی هزینه کنیم. هنری، کسایی که ازشون میاد با شعر با تابلو عرض میکنم. جانی، گاهی لازم میشه آدم دفاع کنه. این جوانایی که رفتن سوریه برای چی رفتن اونجا؟ دفاع از حریم اهل بیت، که حرم حضرت زینب و رقیه سالم بمانه. این میشه محبت دیگه. شهید حجاجی با جانش محبتش رو اعلام کرد، شهریار با شعرش اعلام کرد، علامه امینی با کتاب القدیرش اعلام کرد. بله، اینی که امام رضا فرمود رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که یاد ما اهل بیت رو زنده کنه. عزیزانی که امشب این مراسم رو گرفتید، که حالا طبعا سردی هوا و عید و باران یه مقداری باعث شده کمتر باشه جمعیت، هر حال اگر اینها نبود جمعیت زیادی تو صحن جمع شده بود، من قبلا هم آمدم اینجا. این جمعیت، اون عزیزی که بانی این جلسه است، امشب این مراسم رو به پا کرده، اینا احیای یاد اهل بیت. ما ببینید، میگن پدر به واسطه احترام اولادش احترام میشه. شما وقتی حضرت معصومه رو تکریم میکنی، موسی بن جعفر رو تکریم کردی. خود شما اینطور دیگه، یعنی بچه شما رو یکی تعویل بگیره، شما رو تعویل گرفته. شما اگر مثلا این امامزاده رو تکریم میکنید، امیرالمومنین رو تکریم کردید. بله، شما این آقا رو که نمیشناسید، میگید چون پسر امیرالمومنین است من میام به زیارتش، چون پسر امام کاظم است، چون پسر امام رضا است. اینا همه میشه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده، سلامت بده، امنیت بده، بیمارامونو شفا بده، بچه هامونو، نسل جدیدمونو دعا کنید. مخصوصا این فضای مجازی شبه افکنی زیاده، جوانا رو دارن از دین جدا میکنن. اولا منبریامون، سخنرانامون، مداهامون، مسئولای هیئت‌های مذهبی، با مردم باید واقع بینانه صحبت کرد. چیزی که نیست و نگیم، چیزی که هست درست بگیم. بزرگ نمایی نکنیم، کوچک نمایی نکنیم. واقعا، یعنی واقعیات دین برا مردم گفته بشه، دین رو پیش مردم بد جلوه ندیم. امروز جوونا خیلی حساسن، فرق میکنه با 50 سال پیش. جاذبه های دین رو بدیم، بگیم، امید در مردم ایجاد کنیم و مواظب باشیم این دعا رو در دوره آخر الزمان خیلی بخوانید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، که دینمون انشاءالله حفظ بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما. خدایا جوانانمون رو اهل نماز قرار بده، ازدواج و اشتغالشون رو فراهم کن، سلامت، صحت، عاقبت به خیری به هممون عنایت بفرما. سال جدید رو سال امنیت و ارزانی و فراوانی قرار بده. شر دشمنان رو به خودشون برگردان. اموات، گذشتگان، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. این کشور امام زمان رو در پناه امام زمان، خاصه رهبر عظیم و شأنمون رو محافظت بفرما. خدایا بیماران رو هم صبر هم سلامت عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.